هللویا خداوند، شکر شکر برای این حقیقت هایی که ما اعلام میکنیم. هللویا، اون مسیح ماست، صخره ماست، همه چیز ماست. آمین. خدا رو شکر که تو کتاب مقدس که پر مزامیر هایی هستن که در مورد خدا صحبت میکنن، چطور رو به پرستش کنیم، چطور با شادی بیایم به حضور او، چطور حتی میگه با رقص بیایم به حضور او و او رو پرستش کنیم. و کسانی که آشنا شدن با عیسی مسیح میدونن که خدای ما خدای شاد هست، هیچ غمی درونش نیست و او آمده ما رو از همه غمها آزاد کنه، ما رو به شادی خودش هدایت کنه. گود، بریم الان توی کلام خدا. دو هفته پیش بود در مورد یه بخشی صحبت کردیم. در مورد چی بود؟ یادتون هست؟ توبه و بازگشت. آفرین. که عیسی مسیح اینجا گفت که وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک هست، پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیارید. پس کسی میتونه واقعا به نقشه خدا برگرده، کسی که توبه میکنه، بازگشت میکنه و قبل از اینم ایمان میاره به انجیل، یعنی به خبر خوش. و در موردش صحبت کردیم که توبه و بازگشت یک چیز احساسی نیست، یک چیزی نیست که من اشتباه کردم، که واقعا یک کسی که واقعا به اون رسیده، که به اون حقیقت رسیده که ذات من گناهه، یعنی من گناهکار هستم، خودمحور هستم، خدای خودم شدم، من یعنی خدا از قلب من بیرونه، من خودم افسار زندگی خودم به دستش گرفتم، من حکومت میکنم. این میشه یک کسی هست که میگه که گناهکاره و تمام گناهایی که ما در زندگیمون عملا انجام میدیم از این ریشه گناهکار بودنه، یعنی انسان بدون خداست. و هدف خدا برحال این بود که بیاد ما رو اون گناهی که آدم و هوا کردن، که از این درخت معرفت نیک و بد خوردن و اونجا درخت حیاتی که در خدا گفته که از این درخت میتونیم بخورین، این درخت خود خداست، خود روح خدا بود. و زمانی که آدم و حوا گناه رو کردن و ما نسل این آدم و حوا هستیم، ما گناهکار شدیم، الان خدا میخواد دوباره هدایت کنه کجا، که ما رو به یه جایی ببره که بتونیم دوباره از این درخت حیات بخوریم. آدم و حوا گناه کردن و ما برحال نسل آدم و حوا هست. 2000 سال پیش این درخت حیات دوباره در این دنیا آمد به اسم عیسی مسیح. و عیسی مسیح فقط نیومد در این دنیا فقط حرفای خوبی بزنه، شفا بده، آخرش بگه خداحافظ من رفتم، بلکه مأموریت او بود که اینو فهمیدیم، که رفت که روی صلیب برای گناهای ما مرد، چون جریمه گناه، مزد گناه مرگ، پس باید بمیره و به این مردنه که گناه ما آمرزیده میشه و به این مردنه که و قیام او که باور میکنیم، خدا ما رو به یه جایی میبره که واقعا بتونیم از این حیات، از این درخت حیات بخوریم، که این به وسیله این روح خداست. و دو هفته پیش هم هدایت کردم، گفتم که خواهش میکنم برین توی این انجیل لوقا باب کجا بود که بخونین. انجیل لوقا باب خوندین در مورد پسر گم شده بود، امیدوارستم خونده باشین. و اونجا تعریف کردم به حلال اینجا که چطور این پسر به خودش رسید. آفره، به خودش رسید، یعنی متوجه شد که من علیه پدرم ظلم کردم. این داستانی هست که عیسی مسیح تعریف کرد که از پدر، از محبت پدرش صحبت میکنه و همینطور هم از اون شخصی که دیگه میخواست مستقل بشه، من میخوام زندگی کنم، من مرکز زندگی خودم هستم، همه چی باید دور من بچرخه. آخرش به یه جایی رسید که توی طویله خوکا افتاد، گرسنه و ورشکست، و آخرش اونجا به اون نتیجه رسید، گفته من علیه خدا و علیه پدرم گناه کردم، پس الان میرم پیش پدرم و میگم که پدر جان، علیه خدا گناه کردم و علیه تو گناه کردم، من رو ببخش، من رو عنوان یه غلام بپذیر، چون لیاقتی ندارم که پسرت خوانده بشم. و اونجا زمانی که اینم متوجه شدیم که زمانی که خودش آمد، یعنی این تصمیمی که گرفت قدم برداشت به این خاطر توبه و بازگشت، فقط این نیست که من حقیقت رو میدونم، الان میدونم چیه حقیقت و الان هم میتونید توی طویله خوکا هم همینطور بمونین، هیچ اتفاق هم نمیفته، قلبتون هم عوض نمیشه، زندگیت هم عوض نمیشه. و زمانی که خودش رفت قدم ها رو برداشت
رفت پیش پدرش، چطور پدر او رو پذیرفت، او رو در آغوش گرفت، شروع کرد به بوسیدن و همه چی عوض کرد، یعنی همه چی عوض شد و او رو دوباره قبول کرد عنوان یک پسر، پسر خودش. به این خاطر این دعوتی است که توبه یک دعوتی هست که خدا دعوت میکنه به این دنیا، به تک تک افرادی که نجات رو ندن، دعوت میکنه که توبه کنن، بازگشت کنن، که این حیات جاودانی رو به دست بیارن و روح خدا رو به دست بیارن. و این داستان خیلی واضح نشون میده وضع دنیا چیه و همینطور هم نشون میده که محبت خدا، محبت خدایی که پدر ما میخواد بشه چطوره، که به همینطور هم خدا هم ما رو میپذیره، هیچ کسی رو رد نمیکنه. به این خاطر ما بگم نتیجه رسیدیم، یک کسی که توبه میکنه، بازگشت میکنه، یادتون هست اونجا گفتم که فقط نه این توی خداوند من گناه کردم، گناه زیادی کردم، من رو ببخش، بلکه خداوند من روی تخت زندگی خودم نشستم. همه ما که زندگی میکنیم یک تختی تو قلبمون هست و این روی تخت از اونجا تقریبا فرمان به دست ماست و اونجا چیز میکنیم، زندگی میکنیم. و زمانی که یک کسی که متوجه شده من گناهکار هستم و توبه میکنه که خداوند منو ببخش، که من مرکز زندگی خودم هستم، من تصمیم میگیرم از امروز به بعد تسلیم تو میشم، این تسلیمه، بدون تسلیم گناه تو آمرزیده نمیشه، اعتراف کردنه که خداوند من گناهکار هستم، بیا و میخوام تو رو عنوان خداوند بپذیرم، گناهکار بودن منو ببخش، من اعتراف میکنم از نسل آدم و حوا هستم، من مرکز زندگی خودم هستم، از این تختی که نشستم پایین میام و تو رو دعوت میکنم عیسی مسیح بیا در قلب من بشین، از امروز به بعد میخوام در روح، در امروزم خواهیم دید، در با تو دیگه زندگی کنم، دیگه تو بیرون از من نیستی بلکه تو میخوای بیایی در قلب من. این از ابتدا خدا این فکر رو داشت. زمانی که آدم و حوا از این درخت معرفت نیک و بد نمیخوردن بلکه از این حیات میخوردن، همون روح خدا رو دریافت میکردن، از اون موقع دیگه وارد میشن، وصل میشدن به نقشه خدا. که خدا چی گفت؟ گفتیم از جلسه اول خدا دنبال خانواده است، خانواده که شبیه او هست، هستن از طرف ماهیت، از طرف شخصیت، از طرف یعنی هم محبت خدا که محبته، که اونجا نوشته که خدا قبل از بنیاد عالم ما رو برگزید که ما در حضور او محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. این برحال فکر خدا برای انسان بود و زمانی که از این درخت می‌خوردن برحال به اون هدف می‌رسیدن. فقط زمانی که آدم‌ها با گناه کردن، چون خدا به انسان این حق انتخاب رو داد خود انسان انتخاب کنه و خدا هم اونجا در میون نیومد، گفته اجازه نمیدم به تو این کار رو انجام بدی، بلکه خدای ما شخصیتش جنتلمنه و میگه که من به تو میگم از این درخت نخور، از این درخت بخور، بعد از این خودش کنار میکشه، تو رو آزاد میذاره که تو خودت انتخاب کنی. برحال اون موقع هر چقدر خرابکاری کرد، در خدا نقشه خدایش موقع از بین نخواهد رفت. بعد از این عیسی مسیح رو آورد که دوباره ما رو وصل کنه و نجات بده. پس یک شخصی که به اون حقیقت رسیده که من گناهکار هستم، من خدای خودم هستم و اعتراف میکنه و میگه که خداوند گناه منو ببخش و قبول میکنم عیسی مسیح که روی صلیب اونجا کفاره گناه من شدی، تو اونجا به جای من مردی، به جای من داوری شدی، به جای من ملعون شدی، هر بلایی که روی سر من باید میومد و آخرش هم جهنم، همه چی روی تو آمد و باور میکنم که تو دفن شدی، بعد از 3 روز چون هیچ گناهی در تو وجود نداره، از مردگان خدا تو رو برخیزانید و تو زنده هستی. این ایمان ماست، این انجیله، خبر خوشه. هر کسی که گناهکار دفن بشه، گناهکاری دیگه، جریمه تو باید بدی و جریمه ابدی مرگ، جهنمه و خدا ما رو برای این خلق نکرده. پس زمانی که کسی که گناهش آمرزیده شده و میمیره، این جریمه پرداخته شده، مرگش پرداخته شده، پس او هم میتونه همینطور با عیسی مسیح برخیزه. این هفته گذشته ما، 2 هفته پیش ما در موردش صحبت کردیم. پس توبه رو متوجه شدیم، امیدوار هستم متوجه شده باشین. اگر سوالی چیزی هست، نمیدونم چقدر
در موردش فکر کرده، این افرادی که با ما وصل شدن، یا سوال های چیزهایی هست مربوط به توبه هست میتونید برای ما بفرستین، یعنی اینجا به ما این سوال های شما رو بگین، یا همینطور هم میتونین شماره تلفن یا ایمیل آدرس رو بدیم، اونجا میتونیم جواب بدیم. و مخصوصا هم که ما این جزوه هایی که هست که طبق این جزوه ها این تعلیم رو میدم به زبان فارسی است، کسانی که هنوز اینو ندارن و میخوان بیشتر این تمام درس هایی که من اینجا دادم کاغذی داشته باشن، اگر شماره تلفنتون به ما بدین یا ایمیل آدرس رو، ما برای شما اینو چیز درس های پی دی اف رو برای شما خواهیم فرستاد. که اونجا داری کتاب نیست، فقط جزوه از چیز تعلیم هایی که من میدم با این آیه ها، نقشه ها، چیزایی که الان همینطور است اینجا چیز شده درست کردیم که میتونین اینجا خیلی راحت تر آیه ها رو پیدا کنین. این در مورد توبه و بازگشت بود و امیدوار هستم که این حل شده باشه که بتونیم این توبه و بازگشت رو، شاید خدا هدایت کنه، امروز اینو بکنیم. فقط زمانی که الان توبه و بازگشته، یعنی تقریبا اینطوری بگم که قلب های ما الان پر از گناه بود، الان و یا برحال گناه بود، یا میتونم بگم تقریبا مثل اینکه یه لباس پوشیده بودی پر از گناه بود، الان خدا این چیزا رو زمانی که ما رو میبخشه، یه چیزی از ما ورداشته میشه یا گناهمون بخشیده میشه، و الان خدا با ردای خودش، یعنی یه چیزی هست که ما رو بپوشونه یا قلب ما رو پر کنه، و این روح خداست، یعنی یه چیزی هست که برمیداره تمام ظلم و تمام لجنهای ما رو برمیداره، و یه چیز تازه که از خودش در ما میریزه. یادتون از دو هفته پیش بودین دوتا لیوان ها رو چیز کرده بودم، نه؟ نشون دادم که متوجه بشین که هدف خدا اینه که ما رو برگردونه به نقشه خدا. و سوال اینه که الان چند تا چیزایی هستن که سوالهایی هست که زمانی که این همه چیز رو متوجه شدیم، توبه و بازگشت و اینجوری چیز، بعد از این میایم به چیزی که الان چگونه یک شخص، یک انسان میتونه به نقشه خدا برگرده و چگونه میتونم به شباهت خدا، خدای الهی برگردم. اینو میتونید در اینجا لیست 123 یا چطوری میتونم برگردم، چگونه از طبیعت شیطانی رهایی پیدا کنم، چگونه حیات الهی رو دریافت کنم، چگونه حیات جاودانی به دست بیارم، چگونه وارد پادشاهی خدا شوم. دوباره برمیگردم به این چیز، انسان زمانی که گناه کرد از خدا جدا شد، خدا، حد کوتاه میگم، خدا در نظرش بود یک خانواده داشته باشه که شبیه خودش باشه، انسان از نقشه خدا بیرون آمد، الان عیسی مسیح آمد و چیزی که ما رو جدا کرده گناه بود، و او رفت و روی صلیب کفاره گناه ما شد، و این چیز رو، این دیوار رو که بین ما و خدا بود ورداشت، و توبه میکنیم، بازگشت میکنیم. الان خدا باید دوباره ما رو برگردونیم به نقشه خدا که ما شبیه عیسی مسیح بشیم، شبیه خدا بشیم، یعنی حیات جاودانی رو داشته باشیم، به نقشه خدا اونجا وصل بشیم. پس توبه بازگشت یه قسمتی است، و چیز تولد تازه یک بخشی است. هر دوتاشون در یک سان اتفاق میفته، همینطور که یک سکه میگن، نبین؟ درسته؟ سکه دوتا چیز داره، دو تا تلف روف داره، درسته؟ یا طرف یا رو، یا برای، یا طرف یا رو. اینجا نوشته که دو اویرو، این پشتش هم یک چیزه، یک چی میگن؟ آدلا عقاب، یک عقاب. سو این عقاب مهره آلمانه، به این خاطر ارزش داره، اگه این نباشه اصلا ارزشی نداره، و اونجا هم دو هم ارزششه، این یعنی پس دو اوروست، متوجه هستین؟ الان
در این قسمت این دو فکر کنین الان توبه بازگشته و اونجا این عقاب که مهرشه، مهر روح القدسه. یا اینا نمیتونید جدا کنین از هم دیگه، یکی هم. پس توبه و بازگشت یه قسمتشه که ما توبه بازگشت میکنیم و قسمت بعدیش اینه که تولد تازه رو به دست بیاریم. این یک سان اتفاق میفته، خالی میشه پر میشه. اینطوری نیست که خالی میشه بعد از یک سال پر بشه، یا بلافاصله خدا این کار رو به وسیله روح القدس انجام میده. الان میریم توی کلام خدا. در یک فریسی بود که آمد پیش عیسی مسیح و اینجا گفته که عیسی مسیح ما میدونیم تو از جانب خدا هستید، چون کارهایی که میکنی واقعا هیچ کسی نمیتونه انجام بده جز از تو. بعد از این عیسی مسیح اینجا جواب میده و میگه که یوحنا باب 3 آیه 3 تا 7 اینجا صحبت میکنه. آمین آمین علی عیسی مسیح به این فریسی. فریسی ها افرادی بودن که از کلام خدا آشنا بودن و اونا هم برای کسانی بودن که کلام خدا رو به چیزم همینطور هم به قوم اسرائیل هم یهودی هم اونجا تعلیم میداده. یعنی خودش به هر حال باید سی اطلاع داشته از این چیزایی که اونجا اتفاق میفته. فقط اینجا میگه که عیسی مسیح میگه آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا رو نمیتواند دید. عیسی در جواب گفت آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. یا زو بعد از اینم این فریسی پیشنهاد میکنم برید خودتون بخونی. بعد از این میگه چطور میتونم من دوباره متولد بشم؟ باید دوباره برم تو شکم مادرم؟ میدونی بعضی وقت هست که عزیزان زمانی که ما روبروی خدا میشیم بعضی چیزها اصلا نمیفهمیم، چون چیزهای روحانیه. همینطور که پسر خداست یه چیز روحانی، یه چیز جسمانی نیست که بتونیم بفهمیم. یه چیزی هست که به هر حال در خدا وجود داره و ما فکر خدا آشنا نیستیم. الان زمانی که همینطور عیسی مسیح میگه که تو باید از سر نو مولود بشی، متولد بشی، اوتوماتیک فکر میکنم پس من باید متولد بشم. پس من منظور چیه؟ منظور اینه که باید برم توی شکم مادرم دوباره بیام. غیر ممکنه آخ چطور میتونم یه مرد گنده برم توی شکم رحم مادرم؟ اینطوری فکر میکنی؟ بعد اینجا بعد از این عیسی مسیح تولید چیز میگه از سر نمولود، بعد از این میگه از آب و روح مولود گردید. آها الان بس یه چیز دیگه هست، از باید از روح متولد بشم نه از جسم. از آب و از روح باید متولد بشم. و بعد از این که میگه که دیگه راهی دیگه وجود نداره که وارد ملکوت خدا بشیم. اینجا در مورد دین صحبت نمی کنه، در مورد مذهب صحبت می کنه. الان شما باید دین مسیحی رو برداریم بتیم وارد پادشاهی خدا بشی، یخت یا هزار تا دین هایی می خواهی بگی. اینجا در مورد دین صحبت نمی کنه، مذهب صحبت نمی کنه. اوکی مذهب یا دین یه چیز رو نشون میدن، یا الان کتاب مقدس رو برمیداریم برای یک کتاب چیز که تمام شریعت های خدا راه خدا اونجا نوشته شده. فقط اینو که برمیدارم این اصلا کلا منو حیات جاودانی نمیده، بلکه میگه که اگر کسی که از سر نو مولود بشه از آب و روح باید مولود بشه، یعنی باید یه اتفاقی در من بیفته، یه چیز روحانی باید در من بیفته که من وارد پادشاهی خدا بشم. متوجه هستین؟ پس یه چیزی هست که خود نیکودیموس اونجا متوجه نشده بود و اونجا نمیدونست الان در مورد چی صحبت میکنه. فقط میگه که زمانی که میگه در باید یک کسی از آب و روح متولد بشه، میگه بعضی میگه جسم آنچه از جسم مولود شده الان بعدن جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.
به این خاطر دو تا چیزای مختلف هستن. ما از طریق جسم، ما به وسیله پدر مادرمون به دنیا آمدیم و الان باید از یک کسی دیگه مولود بشیم و این از طریق روحه، روح خداست، آب و روح. آبم که اینجا نوشته، اکثریت یا خیلی هستن که فکر میکنن تعمیده، فقط آب معمولا که توضیح میخوایم بدیم، آب یه چیزی هست که ما رو پاک میکنه و توی کتاب مقدس آبم توضیح شده معنی کلام خداست، که کلام خداست که زمانی که ما باور میکنیم، این کلام خداست که باعث میشه که ایمان بیاریم به عیسی مسیح، و این کلامی هست که زمانی که باور میکنیم، قبول میکنیم، ما رو پاک میکنه، طاهر میکنه. پس باید از آب و روح، یعنی این آب باید، یعنی باید در ما شسته بشه، یعنی گناه های ما شسته میشه، و همینطورم روح خداست، همین که توضیح دادم، باید بیاد در قلب ما یا در روح ما اونجا ساکن بشه. و این چیزی بود که الان عیسی مسیح به این نیکودیموس گفت، و خودش هم عیسی مسیح میگه عجب مدار که به تو گفتم که باید از تو نو بشین. یعنی اگر مثل اینکه اینطوری میخواد بگه که ای نیکودیموس اگر توی عهد عتیق نگاه میکنی و خونده باشی، اونجا نوشته شده بود در مورد این تولد تازه. تو عهد عتیق حتی دو بار در حزقیا و همینطورم در ارمیا اونجا نوشته شده در مورد کاری که خداوند در آخر خواهد کرد. و زیبایی خدای ما همینطور هم هست که تمام چیزایی که در این عهد جدید اتفاق میفته تو عهد عتیق گفته شده، نبوت شده، وعده داده شده. به این خاطر اتفاقی که اینجا میفتیم فکر نکنی که الان یه چیزی اتفاق افتاده یهو مثل اینکه خدای الان یه کاری کرد. نه، خدا همه چی رو پیشگویی کرده. از این طریق میتونی ببینی چه خدای زنده داریم. بیشتر از 40 تا نویسنده کتاب مقدس وجود دارن، در زمانه مختلف نبوت هایی کردن. چوپان بود، یه نبی بود، یا یک پادشاه بود، در زمان 3000 سال، 2000، 3000 سال نبوت هایی شده در مورد عیسی مسیح، در مورد کارهایی که خداوند خواهد کرد. به این خاطر زنده بودن خدا رو در کتاب مقدس اینجا میبینیم که هر چیزی که گفته الان زمانی که عیسی مسیح آمده اینجا انجام داده. و کتاب مقدس پر از وعده ها هست که هیچ موقع ما فکر نکنیم یه تصادفی اتفاق افتاد. الان روح القدس آمد، روح القدس کجا نوشته؟ یا نمیدونم، نه، تو عهد عتیق همه چی اینجا توضیح داده شده. اینجا الان نگاه کنیم به این حزقیاه رو نگاه میکنیم، اینجا میبینیم که چطور خدا میگه که من چه کارایی کردم. اینجا هیچ موقع صحبت نمی کنه که من چی باید بکنم، انسان چی باید بکنه، بلکه خدای محبت، خدای پوری فیض، خدای وفاداری، خدایی که ما رو شبیه خودش خلق کرده و ما رو خرابکاری کردیم، از نقشهش بیرون آمدیم، بعد از خدا باید بیاد که من پس باید یه کارایی بکنم که شما رو دوباره برگردونم. شما کاری نمیتونین انجام بدین، گناهکار هستین و آیندهش ما توی جهنمه، پس من باید یک کاری انجام بدم. و اینجا در حزقیاه نبی در باب 36 اینجا میگه که من دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی رو از جسد شما دور کرده دل گوشتی به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگه داشته آنها را به جا بیاورید. جالب نیست؟ 700-800 سال قبل از عیسی مسیح که آمد، خدا میگه که من برای نه یک جراحی خواهم کرد. من تو رو هدایت خواهم کرد توی اتاق جراحی و اونجا این چاقو، نه
چی میگن؟ تیغ جرایی که کلام خداست و همینطورم برحال روح خداست و میگه جرایی میکنم، من چیز میکنم دل سنگی تو رو، جن گناهکار تو رو عمل میکنه. این سنگی اصلا هیچ موقع اطاعت نمیکنه. کلشه خودپرست، این باید عوض بشه. یادتون از موز و انار، این ریشه خودخواهی، این ریشه خودمحوری باید عمل کنم، تو چون تو عوض نمیشی. پس من باید این قلب سنگی رو که نشانه برای غرور خودمحوری، اینو باید جرایی کنم. بعد از این میگه روی گوش و دل گوشتی به شما خواهم داد، دل تازه، روی تازه. بعد از این میگه که و روی خود را، الان در مورد روی خودش صحبت میکنه، قبل از این روی حیات بود به شما خواهم داد، و بعد از این میگه که روی خودم را، یعنی روی القدس را به شما خواهم داد، یه جرایی کامل خواهم کرد، در اندرون شما خواهم نهاد و شما رو به فرایض خود صالح خواهم گردانید. بگیم تا احکام مرا نگه داشته آنها رو به جا آورید. یعنی مثل اینکه اینطوری بگم، مثل اینکه تمام شریعتی که در عهد عتیق اونجا نوشته شده یا الان هم اضافه شده با عیسی مسیح، یا میگه که این احکام رو نتونستین نگه دارین، شما شریعت رو نمیتونید نگه داشته باشین چون روح شما ضعیفه و همینطور هم قلب شما سنگینه یا سنگه، خودمحور هستین. پس من باید یه کاری انجام بدم، یه چیزایی از من در شما بگذارم که آخر بتونین تمام این شریعتی که اونجا هست انجام بدین. یه دونه شریعت اینه که دشمن خودت رو دوست داشته باش، یه دونه شریعتی این است که ببخش، یه دونه شریعتی است که در فکر برادرت خواهرت باش، یک شریعتی هست که مثلا رها کن، ببخش، و 600 خورده شریعت هایی هستن. و زمانی که روح خدا در ما قرار میگیره، این روح خدا که در ما قرار میگیره، این روح خدا میتونه تمام این شریعت رو انجام بده، چون روح خدا محبته و این محبت یعنی خود خداست و این خود خدا که شریعت رو به ما داده خودش میتونه نگه داره، چون این شریعت از خودشه، یعنی شخصیت خودش، رفتار خودشه، ماهیت خودشه. خدای ما خدای بخشنده است و اینو خدا رو شکر ما روی صلیب دیدیم که عیسی مسیح اونجا که حقش بود که ما رو لعنت کنه، اونجا گفته پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن. به وسیله اون دعایی که کرده ما گناهمون چیز میکرد، آمرزیده میشد. اگه عیسی مسیح روی صلیب میگفت که پدر جان لعنتش کن، تمام دنیا زیر لعنت میافتاد، تمام دنیا میرفتن توی جهنم. این شفاعت عیسی مسیح بود که گفته به من ناحقی کردن، من از حق خودم میگذارم. و در این روحی که خدا به ما میبخشه، این روح محبت از خودش، از حق خودش میگذاره، چون به دیگران نگاه میکنه. شما مهمتر هستین از من، متوجه هستین؟ من برای خودم فکر نمیکنم، برای نیاز خودم فکر نمیکنم، برای شما فکر میکنم. این ماهیت خدا اینطوریه، ذات خدا اینه. چون خدا هیچ خلایی درونش نیست، هیچ ضعفی درونش نیست. پس زمانی که خدا همون محبت رو به ما میبخشه، جرایی میکنه، میگذاره، دیگه این محبت در ما غیره و این محبت میتونه قدرت رو داره تمام شریعت هم انجام بده. و اینم نه با زور، بلکه با علاقمندی و با عشق. میتونیم بگیم آمین؟ آمین. خدا رو شکر. این چیزی هست که خداوند میخواد به ما ببخشه، یک هدیه ای هست که خداوند میخواد ببخشه. من هر دفعه، هر موقعی هم که توی سختی ها میافتم، توی برحال فشار های میافتم و اتفاقاتی هست که در زندگیمون میفته که خیلی راضی نیستم، فقط هی دوباره برمیگردم به این چیز، میگه که آلبرت، تو بهترین هدیه که در این کهکشان وجود داره به دست آوردی، روح خدا، به این خاطر پرستشش کن. غور نزن، شکایت نکن، چرا اینطوری، تو یه چیزی به دست آوردی که تو اصلا نمیتونستی به دست بیاری. این فیض خدا نبود، محبت خدا نبود، اصلا تو رفتی بودی جهنم.
لیاقت اینو داشتم. پس میتونم بگم که مرسی خداوند، هر چقدرم توی فشارم، هر چقدرم فقط توی این فشارم، خدا رو شکر فشارم درسایی هست که خدا به ما یاد میده. این چیزی نیست که بی خودی ما توی فشار میافتیم. فقط اینجاست که خدا میگم بهترین هدیه رو به انسان، به بشریت داده، و این هم همینطور که من این کارو خواهم، من این کارو که من این کارو خواهم، یعنی بعد از این زمانی که من این کارو، بعد از این تو کارهای منو انجام میدی، یعنی در کارهای من، یعنی منظور اینه که شخصیت منو زندگی میکنی. خوبه نه؟ ما آزاد هستیم از این من باید شریعت رو انجام بدم. این خدا میگه که مسیح شریعت چیزه، چی میگم فارسی؟ تمام، نه فارسیش نمیدونم چیه. شریعت انده، گزت انده، چی میشه؟ نه پایان، آه مرسی، پایان شریعته. مسیح پایان شریعت. زمانی که مسیح رو دریافت کنیم آزاد شدم از شریعت، چون الان شریعت به وسیله روح خدا در من نوشته شده، من الان فقط باید این رو زیست کنم. ما تو این تصویرهایی که آماده کرده بودم در مورد موضوع چیز انار، که بیشتر برای این که درست بتونیم متوجه بشین، یا اینجا ما متوجه شدیم که زمانی که ما از این درخت، از این دانه موز خوردیم، موز شدیم. فقط ما گفتیم که خدا انار، درخت انار، و این بذر انار رو الان در ما کاشته میشد، ما انار میشدیم. این فقط سمبولیک میخوام چیز کنم که درست متوجه بشین. پس ما خلق شده بودیم که پوست انار رو داشته باشیم، رنگ انار رو داشته باشیم، این حسایی که توش هم داشته باشیم، و پوست نازک داشته باشیم. و الان متوجه شدیم که ماز شدیم و نه دانه های در ما هست، پوست کلفت هم هست. پس چطور میتونیم، و خدا از ابتدا گفته که بیاین انار رو خلق کنیم که حکومت کنه، الان ما باعث انار میشدیم. یا و زمانی که الان این اتفاق افتاد، الان ما موز شدیم. الان چطور موز میتونه با قدرت خودش، یادتون از این ترس رو دادم، آیا موز میتونه با قدرت خودش انار بشه؟ غیر ممکنه. موز هم موز رو تولید میکنه. پس خدا چی میکنه؟ این خواهش میکنم سمبولیک ها، چی میکنه؟ میاد الان در موز دانه انار رو میکاره. اوکی؟ دانه انار رو میکاره، و زمانی که اینو میکاره، بعد از یه مدت که ما با سیل زندگی میکنیم، این یواش یواش، این بعض یواش یواش رشد میکنه. هر چقدر انار رشد میکنه، این موز یواش یواش پژمرده میشه یا از بین میره، و بیشتر و بیشتر الان این انار دیده میشه. آمین. و این کاری است که خدا باید انجام بده، و این پوست کلوف باید پاره بشه. درسته؟ این پاره شدن و همون کار صلیب عیسی مسیحه، پاره میکنه در زمانی که موز قبول کنه، بگه من اجازه میدم تو منو پاره کنی، یا اجازه میدم در من دخالت کنی، من توبه میکنم، بازگشت میکنم. صلیب عیسی مسیح میاد و خدا دانه رو میذاره توی موز، و اون موقع حیات جاودانی رو به دست بیاریم. فقط الان این هنوز زمانی که ما توبه و بازگشت میکنیم، یه چیز عوض نشده. منظور من چیز شکل ما میمونه، این موز رو الان تی میمونه، شکل ما میمونه، فقط درون میگه که از آب و روح باید متولد بشید. الان از این روح، این بذر انار در من کاشته شده، الان این انار در من الان باید رشد کنه. و زمانی که ما اونجا تعمید هم میگیریم، هفته آینده صحبت میکنیم، تعمید میگیریم، با عیسی مسیح زندگی میکنیم، کلام رو میشنویم، دعا میکنیم، پرستش میکنیم، تقریبا مثل این که به این انار، به این این بعض انار آب میدیم، کوب میدیم، آب میدیم، متوجه هستی؟ با مشغول کلام. و بعد از یه مدت مثل بچه کوچیک نوزاد الان یواش یواش شیر میخوره، شیر میخوره، بعد از این یواش یواش بزرگتر میشه. و اینجاست که همینطور هم این انار یواش یواش بیشتر و بیشتر در ما شکل میگیره. بعد از یه مدت، یک سال دو سال، یهو میبینی که دیگه این رنگ این موز یواش یواش عوض شده،
و الان بیشتر و بیشتر این چیز قرمز، این رنگ قرمز دیده میشه، مزهش هم عوض شده. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی زمانی که نگاه میکنیم مسیر رو، شخصیت مسیر رو در همدیگه میتونیم ببینیم. قبل از این پر از نگرانی بودی، الان کمتر هستی. قبل از این پر از استرس بودی، الان آرامش رو داری. قبل از این نمیتونستی ببخشی، الان میتونی ببخشی. قبل از این فقط همه رو توهین میکنی، الان برای همه شروع میکنی به دعا کردن. پس این کیفیت و این شخصیت مسیح در تو قرار گرفته. این بوی مذهب رو نمیده، این حیاته. به این خاطر بعضی وقت میگم که ما نمیدیم شما رو الان از دین اسلام بگیم که بیاین دین مسیح. و بعضی وقت هم همینطور میگم که اگر دنبال دین هستین، دین چیز رو، دین اسلام خیلی بهتره، خیلی آسان‌تره نگه داشتن. دین مسیح وحشتناکه. دین مسیح. بعد زمانی که با شخص مسیح آشنا میشیم و این تجربه رو میکنین که خدا میاد یک عملی میکنه و خودش این دانه رو در تو قرار میده و ما میبینی که چقدر زندگی دوش شده. من فکر میکنم عزیزان هر جایی که در این دنیا هستین، دین هر چقدرم عالی باشه زندگی تو عوض نخواهد کرد. تو همون شخص خواهی موند با تمام دردها، نگرانیها، اعصابت خورد میشه، صلح و سلامتی هم نداری. فقط همون یه خدایی میپرستی دور از توست. مسیحه که میتونه زندگی تو، قلب تو، فکر تو، جان تو، همه چی رو عوض کنه. شادی، آرامش و هر چیزایی که از خداست به تو منتقل بشه. این چیزی هست که خدا آمده به ما داده. هاللویا. هاللویا منظورش شکر به خدا. در اول قرنتیان باب 15 آیه 50 میگه که لیکن ای برادران، این را میگوییم که گوشت و خون نمیتواند وارث ملکوت خدا شود و فاسد وارث بیفاسدی نمیشود. یعنی منظور اینه که تو با این حالی که هستی، گناهکار هستی، نمیتونی وارد ملکوت خدا بشی. یه چیزی باید در تو تغییری پیدا کنه، گناهت آمرزیده بشه و همینطورم این دانه گندم، دانه انار باید در تو قرار بدیگه. و اینجا میگه که و آیه باب قرنتیان، اول قرنتیان اینجا هست، اول قرنتیان 6 9 تا 11 ها اینجاست. آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ فریب نخورید، زیرا فاسقان و بت پرستان و زانیان و چی؟ متعنمان و لواط و دزدان و تمهکاران و میکساران و فحشان و چی؟ ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. و بعضی از شما چنین می بودید. الان من هم اینطوری بودم، پر از حسادت، پر از کینه، غرور و خودپرست، دوست. بعضی وقت دوستای کوچیک میکردن، دوستای یعنی دوست نبودن، فقط دوستی میکردن. همینطور کارم میکردم، کار گلفروشی داشتم، اونجا هم تقلب میکردم، تمام این درآمدی که من داشتم اونجا چیز میکردم، تقلب میکردم که مالیات کم بدم، یعنی به آلمان، کشور آلمان ظلم میکردم. همه چی گناه، همه چیز. گفتم حق منه، این دنیا، این کشور، شو میکنم برای خودمون یه کتابی، کتاب عدالت برای خودم درست کردم، حق منه. و چه کارهایی کردم، چه دوزیهایی کارهایی دوزیهایی کردم. و همینطورم چیز به بیمه هایی که
بودن اونجا، خیانت کردم و چیزایی گفتم، دروغایی گفتم که از اونجا پول بگیرم. همه دنبال پول بودم دیگه، موفقیت بودم. یعنی الان اینجوری این در مورد صحبت میکنه، مرد خودی خیلی چیز نبودم، یعنی مثلا ظالمی نبودم، بلکه فقط خیلی گناهایی بودم همینطور. و میگه که و بعضی از شما چنین میبودید. من اینجوری بودم و اعتراف هم میکنم و خجالت هم میکشم که این بود. فقط میگم که به هر حال این بودم دیگه. این آلبرتی هست که از نسل آدم و حوا به دنیا آمده با تمام گناهاشی که هست، خیانتهایی که کردم، با انسان بازی کردم، سوء استفاده کردم، این بودم. و اینجا میگه بعضی از شما چنین بودید، لیکن غسل یافتید و مقدس گردید و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما. پس اینجا صحبت میکنه ما این زندگی رو داشتیم، این موزی بودیم و تمام این شخصیت های موز رو توضیح میدادیم یا زندگی میکردیم. الان بگیم که الان که ایمان آوردم، غسل آب یعنی تعمید گرفتم به نام عیسی مسیح و همینطورم در نام عیسی مسیح و همینطورم روح خدا رو گرفتم، دیگه الان انار شدم، الان زندگی من عوض شده، الان یه چیزی بودم، الان یه چیزی شدم. من چه کاری کردم؟ من فقط تسلیم شدم و اعتراف کردم، بقیه کار خداست. آمین. با این قلبی که ما داریم هیچ موقع نمیتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. انسان احتیاج به یک روح تازه، یک قلبی تازه داره و این یک هدیه هست که خداوند عزیزان به ما میبخشه. اینو نمیتونیم با زور به دست بیاریم، هیچ شخصی نیست میتونه با زور، فقط به وسیله توبه، بازگشت و ایمان داشتن به انجیل خداوند، انجیل عیسی مسیح. اینجاست که ما اینو به دست میاریم. الان میخوام کوتاه هم نشون بدم که انسان از چه قسمتهایی ما خلق شده ایم که شاید درستم متوجه بشیم زمانی که تولد تازه رو به دست بیاریم چه اتفاقی میفته، فیزیکی چه اتفاقی در ما میفته. اینجا ستای عکسایی هستن. این انسان از سه بود تشکیل شده، از روح انسانه و همینطورم از نفس انسانه و نفسم دوباره از سه تا قسمت هایی هست که احساس، اراده و همینطورم فکره و همینطورم از بدنه. پس نفس از سه تا چیزهایی هستن، انسان از روح، نفس و بدن. سو زمانی که در مورد روح خدا، در مورد تثلیث هم که صحبت میکنیم، که ما میگیم که ما ایمان داریم به پدر، پسر، روح القدس، درسته؟ ما ایمان داریم به هر حال نه سه تا خدای مختلف هستن که کارهای خودشون انجام میدن، بلکه سه تا خدا که در یک هستن. به این خاطر سعی میکنم به عزیزانی که اصلا نمیتونن بفهمن با این نشون میدم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده. زمانی که شبیه خودش خلق کرده، شبیه خودشه، نمیخوام بگم از فیزیکی یا از این روحی که خودش هست، الان ما رو اینطوری خلق کرده، به ما روح رو داده، به وسیله روح ما زندگی میکنیم. روح نداشته باشیم و روح ابدیه. ابدی یعنی منظور نیست که یعنی از بین نمیره، روحی هست که یا میره توی جهنم، برای توی جهنم یا میره ملکوت خدا. برای روح حیاته و زمانی که خدا آدم و حوا رو خلق کرد، روح حیات رو دمید و انسان نفس زنده شد. و اینجا میگه که روح انسان بعد از این نفس که شخصیت ماست و همینطور هم این بدن ماست که بدن ما چه چیزی نشون میده؟ این از طریق بدن ما روح یعنی زنده بودن ما رو نشون میده و اخلاق ما رو، احساس، اراده و فکرهای ما. یا زمانی که میخندم این نفس منه، زمانی که حالم خوبه، صلح سلامتی دارم، این آرامش رو نشون میدم. پس این انسان بود، آدم و حوا بودن که خلق شدن، اینطوری بود. بعد از اینکه زمانی که خدا گفته که از درخت معرفت نخور، خورد. پس یه چیزی وارد انسان شد. بعد از این انسان گناهکار شد. روح انسان بدون خدا و زیر تسلط شیطان نفس ماست و بدن ایمان همینطور هم اینم
نشون میده. یا درد، ناراحتی، افسردگی، تمام چیزایی هستن. حالا نمیخوام همه چی رو بد کنم، فقط اون شادی چیزایی هست، فقط همه چی انسانی شده. انسان نفسانی شده، روحانی نشد، نفسانی شد. یعنی فقط نفسش حکومت میکنه. از این 5 تا حس میگه چند تا؟ 5 چی میگن؟ 5 نه حس نه 5 یعنی لمس و چی میگن 5 تا؟ حواس میگن؟ 5 تا حواس پنجگانه. حواس پنجگانه. یا اینطوری زندگی میکنیم. یا انسان به هر حال اینطوری گناهکار شد. سو این زمانی که پس یک کسی میاد با این حال و متوجه میشه من روح انسان بدون خداست، یعنی خدا در ما نیست، و باور میکنه که من این اتفاق افتاد چون من، یعنی پدر از نسل آدم اول، من گناهکار هستم، و اونجا توبه میکنه، بازگشت میکنه، اون موقع این جراحی خدا اتفاق میفته که در حزقیا اونجا صحبت کردیم. اونجاست که توبه میکنه، بازگشت میکنه و احسان، آها مرسی، تولد تازه اتفاق میفته. پس چی اتفاق میفته؟ روح خدا یادتون هست گفته که روح تازه به شما خواهم داد، قلبی تازه، قلبی سنگین رو ور میدارم، قلبی گوشتی رو میذارم و روح خودم رو در اندرون شما میذارم. پس انسان، روح انسان با روح خدا یک میشه. حیات جاودانی رو به دست بیاریم. و این روح خدا که آمده مثل مهمون نآمده ها، آمده بیاد اینجا سلام بگی بعد این خدا فس من میرم و دوباره برمیگردم یا بینم، نه، این میاد دیگه با تو یک میشه. حیات جاودانی رو به دست بیارین و این پوست کلوفتی که هست، این سعی کنیم نگاه کنیم مثل که موزه، نه، در این موز میاد اینجا روح القدس این چیز رو دانه رو میکنه که روح خداست و روح تو یک میشه، حیات جاودانی رو به دست میارین و این نفس شما که اونجا این قدرت گناه اونجا حکومت میکرد و اونجا با شخصیت خودش، اینجا روح القدس که شروع میکنه به عمل کردن با تمام صفتهای خدا و این صفتهای خدا شروع میکنه نفس تو رو یواش یواش قرار بگیره و تمام از این بدن چه چیزی دیده میشه؟ روح خداست که به وسیله این شخصیت تو، خنده تو، آرامش تو، اون موقع برحال این بدن نمایان میسازه، نمایان میکنه، چی میگن فارسی، یعنی هر کسی که من منو میبینه فلحقی روح خدا، یعنی خدا رو در من میبینه که الان اینجا زندگی میکنه. نفست الان آمده زیر تسلط، نه تسلطه که خدا تسلط داره اینطوری حکومت میکنه، نه، هر چقدر من اونجا با خدا زندگی میکنم، با کلام خدا زندگی میکنم، بیشتر و بیشتر این زیبایی، این شخصیت، این ماهیت خدا بیشتر و بیشتر در من دیده میشه. به این خاطر زمانی که کسی توبه میکنه، بازگشت میکنه، من یادم هست زمانی که توبه و بازگشت کردم، این همون توی گل فروشی بودم، خواهرم هم پیش من کار میکرد و همون روزی که من توبه بازگشت کردم و آمدم توی مغازه چیز گل فروشی و بعد از این به خواهرم گفتم که ببین امروز یه اتفاقی افتاد، بعد از زمان به تو خواهم گفت چه اتفاقی افتاد. منم هنوزم درستم نمیدونستم، من فقط توبه و بازگشت کردم، باش پیش شبانم توبه کردم، بازگشت کردم و بعد از اینکه از این خونه رفتم بیرون، واقعا مثل اینکه تو ابر راه میرفتم، فقط میدونستم یه چیزی بود، فقط نمیدونستم چه چیزی اتفاق. بعد از اینم به هر حال به خواهرم گفتم که ببین یادم بنداز به تو بگم که امروز چه اتفاقی افتاده. بعد از این من خودم به هر حال فراموش کردم به خواهرم بگم. همینطور تقریبا 3-4 هفته گذشت، خواهرم به من یک روزی گفت آلبه چه اتفاقی افتاده. گفتم منم فراموش کرده بودم. من گفتم چه اتفاق؟ گفته چه اتفاقی افتاده با تو؟ گفتم نمیدونم چی. گفتی تو 3 هفته پیش به من گفتی بود، گفته بودی یادآوری کنم. چیه؟ گفتم چرا؟ گفته از اون روز اصلا عوض شدی، تو دیگه نیستی. واقعا موهتنم سیخ میشه. گفته تو این نیستی، تو چی اتفاق افتاد؟ اصلا عوض شدی. و اون موقع متوجه شدم که همون جراحی خدا بود که در من قرار گرفت و اونجا زندگی من و قلب من رو عوض کرده.
بعضی وقت خودمون اونطوری درست متوجه نمیشیم، دیگران متوجه میشن، چون دیگران کسانی که مثلا تو رو میشناسن میگن یه چه اتفاقی در تو افتاده. پس اینجا نگاه میکنیم میبینیم که این مذهب و دین و چیزهای دیگه نیست، بلکه یک حیاتی هست که ما دریافت میکنیم و این حیاتی هدیه هست که خداوند میخواد به تمام بشریت ببخشه. این یک کسی هست که تولد تازه رو داره و هر چقدر ما عنوان مسیحی ها منظور اینه که عنوان کسانی که به مسیح ایمان دارن با او زندگی میکنن، نه مسیحیان که دین رو برداشتن، مذهب رو برداشتن، بلکه من مسیحی شدم، یعنی من به عیسی مسیح ایمان دارم، عیسی مسیح در من زندگی میکنه و من با او راه میرم. هر چقدر من با خدا زندگی کنم، با روح القدس مشورت کنم و این دوست عزیز من با روح خدا، هر چقدر و یواش یواش این قسمت های نفس من، طرز فکر من، صحبت های من، رفتار های من، تصمیم های من روی همه چی تاثیر میذاره، یا و بیشتر و بیشتر خدا به وسیله این بدن دیده میشه، خدا در اتحاد پیدا کردن با من حق خودم رو از دست نمیدم، مثل شیطانی که الان میاد اونجا ما رو چیز میکنه. من حق خودم رو دارم هر روز آزادانه تصمیم بگیرم چی میخوام. این محبت خدا به من اجازه میده. فقط هر چقدر در کلام خدا میمونم، هر چقدر در دعا میمونم، هر چقدر کلام خدا رو، احکام خدا رو نگه میدارم، هر چقدر خدا میگه که ببخش، قبل از این ما نمیتونستیم ببخشیم، قبلش بیار، قبل از این نمیتونیم، بخشش توش نیست، این تنفر و همینطورم طلبکار و انتقام جوییه. این عوض میکن، این الان بخشش توش، محبت کردن، رها کردن، به جای انتقام شروع میکنه به دعا کردن، چون شخصیت خدا در ما قرار گرفته و اینطوری برحال شروع میکنیم خودمون رو عوض میکنیم و همینطور هم فضایی که هر جایی که ما هستیم، چون زمانی که الان مثال میگم همه ما در این روح در ما قرار گرفته و شما این زندگی کنید، اینجا بین ما صلح و سلامتیه. الان خرابکاری کردم میدونم که شما زود منو ببخشید، منو بلند میکنید، یا پشت هم کنار هم اینطوری هستیم، یه فضای ملکوتی به وجود میاد. این یک هدیه هست که عزیزان خدا میخواد به تک تک شما ببخشه و تمام بشریت. به این خاطر هدف و ماموریت ما اینه که بتونیم بریم این انجیل رو همه جا پخش کنیم که افراد واقعا ایمان بیارن و این هدیه رو به دست بیارن. و من فقط افرادی هم هستن که با ایشان هم صحبت کردم، کسانی که از ایران هم با من تماس گرفتن، اینطور بس میکردن در مورد همون مسیحیت یا عیسی مسیح اینجا معجزه هایی کرده، نمیدونم عیسی مسیح که فقط ما در ما هم همینطور، در اسلام هم همینطور معجزه هایی نمیدونم شده و افرادی بودن، نمیدونم اسما رو فراموش کردم که معجزه ای کردن، اینو کردن، اونو کردن، نمیدونم، اطلاع اینطوری زیادی ندارم، فقط باورش کردم که واقعا در اون اسلام همینطورم، نه فقط اسلام، مثلا دینهای مختلف هستن که اینجا معجزه هایی انجام میشه. فقط نمیدونم الان دنبال معجزه هستیم یا دنبال حیات هستیم. الان دور و بر من همه چی، مثال بگم یه دین انتخاب کنم و دائما معجزه میشه، یه شفا میگیره، یکی آزاد میشه، یه کسی مثلا الان کور شده از بینار میشه، یه کسی هست که چه فایده داره. بعد از یه مدت باید بگم من باید قلب من باید عوض بشه. یک خدایی که نتونه قلب منو عوض کنه به درد من نمیخوره. الان بیاین اینجا تو اینجا خدا شفا بده، تو رو شفا بده، یا مثلا الان چیز شونه من عمل شده درد میکنه، امشب خیلی بد خوابیدم، الان بیاد معجزه بکنه. اوکی الان خیلی خوب حرکت میکنیم، خب چه فایده داره اگه در من بدبختی تاریکیه و غم و درده، چه فایده داره؟ از آن دنبال معجزه نباشین،
معجزه چیز خوبیه، فقط توضیح دادم، گفتم عیسی مسیح آمده معجزه کرده که باور کنیم او خداست. بعد از این میرم پیش او، من میگه باور میکنید الان به تو حیات جاودانی رو میدم و الان تو رو زندگی تو رو قلب تو رو عوض میکنم. آمین. معجزه ها فقط برای اینه که عیسی مسیح نشون بده که من خدا هستم. و زمانی که پیش خدا میرم و کار خدا رو، کار عیسی مسیح روی صلیب میبینم، پس اونجا میگم که خدا من بیا قلب منو عوض کن، من آدم گناهکاری هستم، بیا زندگی منو عوض کن. این چیزی هست که ما انسان دنبالشه، خلاهای ما پر بشه از محبت خدا. به این خاطر اینو که چیز کردم چی میگن؟ نقشه رو کشیدم که واقعا درست متوجه بشین در شما چه اتفاقی میفته زمانی که توبه بازگشت میکنیم. یک چیز دیگه هم میگم، یک مثال دیگه هم میگم که شاید درستم بهترم متوجه بشین. همینطور دنیای دریا، میگن دنیای دریا؟ نه، دونو دونو تویت دنیا از دونو چی میگن؟ خلقت یا بود؟ بود میگن، بود نیست، نه، یه خشکیه و همینطورم دریا، چی میگن؟ یا دونو طبیعت، دونو طبیعت، یه دونه خشکی هست، یه دونه دریا هست. حیوانایی هستن که به همینطورم ما هستیم که شش داریم، درسته؟ و الان توی دریا ماهیایی هستن که آب شش دارن. دو نوع حیات هایی وجود دارن، دو نوع حیات هایی وجود داره و دو نوع طبیعتی وجود داره. اوکی؟ الان یک ماهی که در دریا هست آب شوشه، درسته؟ و خودش هم اصلا اطلاع نداره که یک دنیای وجود داره که خشکی، اونجا آب وجود نداره. متوجه هستین؟ این عقلشو نداره که یک بودی دیگه وجود داره که اونجا احتیاج به شش دارم. تقریبا ما تو دریا هستیم با آب شش. ما تیم میتونیم تقریبا تصور کنیم یک خشکی هم، یک ملکوتی وجود داره در آسمون، فقط هیچ اطلاعی نداریم. اونا نمیدونن اصلا درخت چیه، میوه چیه. به این خاطر ما هم اصلا نمیدونیم در ملکوت خدا چه چیزایی هست. الان خدا در خشکیه و نگاه میکنه این دریا و ما رو میبینه که همه ما ماهیای هستیم، آب شوش داریم و خدا میدونه یه روز این آبها همه چی محو خواهند شد. ماهیا چی میشن؟ میمیرن، چون آب شوش دارن. پس خدا چی میکنه؟ این مثال رو میذارم که درست متوجه. پس عیسی مسیح چی میکنه؟ سیجه میکنه، میره توی دریا، ماهی میشه. یا؟ و زمانی که ماهی شد و میاد اینجا به تمام ماهی ها میگه که هی ببین اونجا یک خشکی هست، من آمدم شما رو به خشکی هدایت کنم، من آمدم شما رو حیات جاودانی رو، الان ما میگیم فقط من میام یه دنیای دیگه وجود داره، من اینجا آمدم، با این شش نمیتونی وارد این بالا چیز بشی، خون و جسم نمیتونم وارد پادشاهی خودش. پس شما احتیاج به شش دارید. یک ماهی هست که اینجا میاد میگه که من نیکودیموس هستم و الان چطور میتونم؟ مانو گفته ای نیکودیموس، تو احتیاج به شش داری، شش نداشته باشی نمیتونی. الان میتونی مذهب رو درست کنی، میتونی یه هیکلی هم درست کنی، هزار تا کارهایی انجام بدی، فایده نداره، تو احتیاج به شش داری. بعد از این عیسی مسیح همه کارا رو انجام میده، به همه جا میره و اونجا چیز موعظه میکنه و بعد از این چی میکنه؟ میگه سو الان من میرم اونجا، از زمانی که مرد و قیام کرد آمد داره اینجا و الان این شش رو برداشت و الان روح خدا و چیز کرد، چی میگن، فرستاد به این آب. سو زمانی که ما اینجا ماهیایی هستیم و باور میکنیم و این شش، این برحال این چیزه
چی میگن؟ چی میگن؟ فیزیکیه دیگه، یعنی ارگان، ارگان چی میشه؟ ارگان فارسی نه؟ نه نه، یه چیز بیولوژیه برای. پس زمانی که ما باور میکنیم به عیسی مسیح و این شش رو ور میداریم، پس آب شش هستیم و شش هم داریم، درسته؟ سو این شش دیگه به ما گارانتی رو میده که ما یک روز میتونیم در ابدیت، یا مثلا میگم الان زمانی که دنیا از بین رفته من میتونم زندگی کنم. پس ما احتیاج به شش داریم. پس به این خاطر تقریبا این مثال رو گذاشتم که درست متوجه بشین که عیسی مسیح اینجا میگه که اگر این روح القدس رو از متولد نشین، از روح خدا مولود نشین، یعنی روح خدا نیاد در شما، نمیتونی وارد ملکوت خدا بشین. پس شما احتیاج به شش دارین. و هر کسی باور میکنه این شش رو برمیداره، دیگه حیات جاودانی رو به دست میاره. یک مثالی هست و خدا عیسی مسیح هم خیلی از مثالا استفاده میکرد که واقعا درست یک کم تاثیرمون چیز کنه، باز کنه، که واقعا بدونیم که این ششی که خداوند به ما میبخشه هدیه خداست. هیچ کسی در این دنیا نمیتونه به دست بیاره، فقط به وسیله توبه و بازگشت و به باور کردن به انجیل ما اینو به دست میاریم. در تیتوس باب 3 آیه 3 تا 7 اینجا، شاید این یکم طولانیه، یک کسی بلند بخونه، میتونی آرتین میتونی بخونی؟ زیرا که ما نیز سابق بی‌فهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده در خبس در خبس و حسد به سر می بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم. لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به قصد تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که او را به ما به دولتمندی اضافه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی. به حسب امید حیات جاودانی. گود. پس اینجا چی؟ اینجا درمان زندگی ما رو اینجا توضیح میده که ما هم نیز سابق چی بودیم؟ نافرمان بودیم، کله شق بودیم، گمراه بودیم و در لذت‌های این دنیا بودیم، توی شهوت بودیم و بعد از این که این ما بودیم، یعنی در مورد افرادی که الان ایمان آوردن، بعد این لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما رو نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. فهمیدین؟ هدیه بود که خداوند به ما بخشیده. ما چی بودیم؟ الان مهربانی خدا، لطف خداوند، محبت خدا ظاهر شد به وسیله عیسی مسیح و اینو به دست آوردیم که او را به ما به دولتمندی، خدای ما خدای خصیصی نیست، دولتمندی افاضه نمود به وسیله کی؟ به وسیله نجات دهنده ما عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم. حالا نه فقط ما حیات جاودانی رو به دست میاریم، نه فقط فرزندان خدا میشیم، بلکه وارث پادشاهی خدا میشیم. هر چیزی که مال خدا ما اونجا به ارث میبریم. یه دعوت سماوی، دعوت بزرگی هست که خدا ما رو خوانده، نه بوی مذهب و دین میده، بلکه حیات. و این بخشش خداست که آخر، عزیزان، زمانی که اینو به دست آوردیم هیچ کسی نمیتونه فخر کنه بگه که من کاری، من این مثل
گذشته، بلکه فقط آخر میتونیم بگیم فقط خدا بود، فقط عیسی بود، فقط روح القدس بود. جلال بر نام خدا، جلال بر عیسی مسیح. تو هستی منو نجات دادی، تو هستی من کارا رو کردی، تو هستی که چشمای قلب منو باز کردی. زمانی که من ایمان آوردم، اینم ایمان آوردن و این دریافت کردنم، اینم فیض خداست به وسیله روح القدس. که روح القدس میگه که عیسی مسیح خودش میگه که و زمانی که خودش میره میگه روح تسلی دهنده روح القدس رو روح معاونی برای شما میفرستم، میگه که روح القدس جهان رو ملزم میکند با قصد تولد تازه و تازگی روح القدس. این کار روح القدسی که انجام میده در تیتوس باب 3 آیه همین که خوندی، به هم میتونه یوحنا میگه اگه کسی از آب و روح مولود نشود هرگز پادشاهی خدا رو نخواهد دید. این کار روح القدس الان که ما اینجا هستیم و ما دعا میکنیم و خدا رو جستجو میکنیم و میخوایم ایمان بیاریم، روح القدسی که ما رو هدایت میکنه. و در یوحنا باب 14 اینجا میگه که 14 آیه 15 و 17 میگه که و من از پدر سوال میکنم، این عیسی مسیح میگه، میکنم و تسلی دهنده دیگه به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی، که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد موند. یعنی زمانی که روح القدس خداوند میفرسه یا و یه کسی رو باور میکنه، با منه الان، روح القدس با من الان، چطور نمیدونم، فقط باور میکنم، چون خدای ما خدای همه جا حاضره. یا روح خدا با منه و در منه، تقریبا مثل اینطوری بگم، مثل ماهی هستم توی دریا قرار گرفتم، این آب در منه، درسته؟ آب شوشم دیگه، و همینطورم دور منه، متوجه هستین؟ روح خدا خواهد آمد و باش ما خواهد بود، یعنی با منه. یک روحی هست که بعد از هفته آینده در موردش صحبت میکنه، با من خواهد بود و در من خواهد موند. و روح القدسی که شخص سوم تثلیث، نه فقط یک روحی است که الان چیز میکنه، بلکه روحی است که شخصیت داره و ما رو هدایت میکنه. به این خاطر عزیزان، آخرین قسمت، نه اینجا هم چیزایی دیگه هم هست، یا تولد تازه زمانی که به وسیله اتفاق میفته، زمانی که ایمان به عیسی مسیح ایمان دارم و همینطورم که مرده برای من و همینطورم زنده شده و باور میکنم که باید توبه کنم، بازگشت کنم که اونو به دست بیارم. و چطور این اتفاق میفته، چطور روح القدس در ما قرار میگیره؟ ما معمولا ما انسان دوست داریم ببینیم که چطور اتفاق میفته، الان چطور میاد. حتی همون قسمتی که در یوحنا باب 3 اونجا گفتیم که باید از خداوند مولود، از روح القدس مولود بشی، اونجا خود عیسی مسیح به تیموتی با به کورنلیوس، نه چی بود اسمش، نه این کاهن فراموش کنه، برات به این گفته که خود عیسی مسیح اینجا میگه باد هر جا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی، لیکن نمیدانی از کجا میآید و کجا میرود، همچنان هست هر که از روح مولود گردد. میگه که روح القدسی که میاد زمانی که ما توبه بازگشت میکنیم، میگه که ببین تقریبا مثل یک باده، زمانی که باد میاد نمیدونی از کجا آمد کجا رفت. همینطور ما زمانی که تولد تازه، فکر نکن الان چطور میاد، باور کن زمانی که روح القدس رو، زمانی که تولد توبه میکنی بازگشت میکنی، روح خدا میاد و در تو ساکن میشه. در اول پتروس باب 1 آیه 23 میگه که زیرا که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.
پس ما تولد تازه رو به دست میاریم، نه یه چیزای جسمانی بلکه غیر فانی. و همینطور هم افسوسیان 1:13 میگه که و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شده اید. زنان که ایمان اینجا صحبت میکنه که ایمان آوردیم به عیسی مسیح از روح قدوس و وعده مختوم شده اید. چند خیلی چیزایی هست که اونجا در موردش نوشته شده. همینطور در یوحنا باب 1 آیه 12 13 اینجا هم مهمه. اینجا میگه اما به آن کسانی که او رو قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. اینجا مهمه که نه از خون و نه از خواهش جسد بلکه از و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافت. یعنی تولد باید از خدا بیاد، یعنی خدا روح خودش رو، روح خودش منظور نیست یه قسمتی خودشه، یعنی پوری روح خودش رو به ما میبخشه. و زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، روح القدس رو به دست میاریم، اینجا از مرگ به حیات منتقل میشیم، از ظلمت به نور، از ملکوت شیطان به پادشاهی خدا، از طبیعت کهنه به خلقت تازه، خلقتی تازه. این اتفاق میفته زمانی که تولد تازه رو به دست میاریم. و همینطور هم افسوسیان باب 4 میگه که انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده اید بپوشید. این درسایی بود که در مورد تولد تازه بود عزیزان، که همینطور که عیسی مسیح گفته که کسی که از خدا مولود نشده غیر ممکنه بتونه وارد پادشاهی خدا بشه. آمدن عیسی مسیح، موعظه کردن عیسی مسیح، معجزه کردن عیسی مسیح، مرگ عیسی مسیح، قیامت عیسی مسیح، صعود عیسی مسیح، هدفش این بود که روح القدس بیاد در ما قرار بگیره و ما رو حیات جاودانی ببخشه و وارثین پادشاهی خدا بکنه. این یک هدیه است که عزیزان خدا به ما میبخشه، به وسیله ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم به دست بیاریم. راه دیگه وجود نداره. به این خاطر خدا رو میتونیم شکر کنیم که این با این خواندگی سماوی ما رو خوانده و اینجا احتیاج به باوره و هر کسی باور میکنه و توبه میکنه، بازگشت میکنه، میتونه رو به دست بیاره. آمین. خبر خوشی بود؟ آمین. دوست دارین این روح خدا رو، روح قدس رو به دست بیارین؟ آمین. مهم اینه که توبه واقعی بکنین و امروز این دعای توبه رو میخوام بخونم. فقط سعی میکنم طوری بخونم که تقریبا خودتونم زمانی که من اینو میخونم خودتونم تکرار کنین، بلند تکرار کنین. بلند منظور من اینه که داد بکشین. بلند یعنی صدای خودتون باید بشنوین زمانی که توبه میکنین. و این توبه اینه که خدا من تقریبا میتونم من از تخت قلب خودم میام بیرون و توبه میکنم من گناهکار هستم و میخوام تو رو عنوان خداوند قبول کنم. و تقریبا این کلمه‌ای هست که میگم و نمیخوام الان شما توتیواری همینطور تکرار کنیم. مهم اینه که با تمام قلبت با ایمان این دعا رو بکنین، دعای توبه رو. و همزمان اگر باور میکنین، چون این خیلی مهمه، زمانی که تکرار میکنین برای میتونین برای تکرار کنین، فقط مهم اینه که این چیزایی که حرفایی که میزنین باور کنین و باور کنین که همین امروز، همین الان این دعا رو که با تمام دل و ایمان بکنین، خدا امروز گناهای شما رو میبخشه همین الان. و باورم کنین خدا همین روح القدس رو امروز به شما میبخشه. این باور نکنی دریافت نمیکنین. یعنی زمانی که میخوام بگم که عیسی مسیح مرسی که گناه من رو بخشیدی، با باور کنی که 2000 سال پیش او این گناه رو پرداخت کرد
تمام گناهی که تو کردی و گناهکار بودن تو او پرداخت کرد. امروز با ایمان بخشش رو دریافت میکنی. احتیاج نیست عیسی مسیح دوباره بیاد برای گناه تو بمیره. اون برای تمام جهان گناه جهان رو بخشید. فقط ما با ایمان دریافت میکنیم. تقریبا میتونی به شما بگه مثل اینکه عیسی مسیح اونجا 2000 سال پیش یک بانکی برای تو با 10 میلیارد اونجا گذاشت. یا؟ و زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح و باور میکنیم، مثل اینکه امروز این کارت بانک رو به دست میارین که میرین اونجا بذارین، متوجه هستین بخشش رو دریافت کنین. یا؟ گود. پس خوب میشه چشمان رو ببندیم. عزیزانی که اونجا هستن، هر جایی که الان هستین، اگه واقعا ایمان آوردین به عیسی مسیح میتونین دعا رو بکنین. اگه نه، اگه واقعا میخواین قلبتونم برای عیسی مسیح باز کنین و اعتراف کنین، الان یه وقتی هست که شاید میتونم بگم امروز چندومه؟ 17 شاید امروز اگه واقعا این اتفاق بیفته 17 سپتامبر زیباترین مهمترین روزی خواهد بود، چون امروز گناه شما آمرزیده شده، شما حیات جاودانه رو به دست آوردید. آمین.